البته آقای سیاوش اوستا معتقد هستند که شاهزاده رضا پهلوی باید اکتیو تر بشن و به هر حال معتقدند که باید یک دولت در تبعید تشکیل بدن که بتونن بیشتر توجه جهانیان رو جلب بکنن. بله میشنم این صداتون رو. تشکیلات، رهبری، برنامه و پول لازمه پیروزی. میدونید که شاهزاده بارها مردم ازشون خواسته که اینا گروه آن تشکیلات شکل بدن و بعد از همه مهمتر این که بیان در خیابانها بیستن. آقای شرشای عزیزم، اگر تشکیلاتی نباشه، اگر یک سازمان انقلابی فولادین نباشه، شاهزاده از رو استفاده کنه برای همین شورش آفرینی ها و نبردهایی که الان خب وقتی که شما رو میزنن میکشن، شاهزاده پیش از این تایی مصاحبه که با شادروان پای مقامی کردش اونجا گفت مردم باید اسلحه داشته باشن با خودشون که اگر اونا اومدن اینا رو بزنن اینا هم بزنن، ولی دست به پیش نزنید، یعنی موازی مسلمانی مردمی ایشون رد کرد، ولی گفت که صداش هست الان فرصت نیست اینجا پخش بشه. حالا جناب شهرشایی، الان ما نیازمند یک تشکیلات قوی هستیم که بیاد شاهزاده عزیز و بریم برای آزادی ایران. بدون تشکیلات نمیتونیم کاری بکنیم. این مسئله ای که خود شاهزاده گفته، شاهزاده ارتباطاتی که همونطور که خودش گفته با داخل داره، اکثر یعنی ارتش که با شاهزاده است شکی نیست، برای همین دارن اخیرا ارتش رو سرکوب میکنن و بخش وسیع از سپاه پاسداران نیز از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی میکنن، همچنان که خودش بارها گفته که این ارتباط و تواصل و پیمان با نیروهای نظامی چه ارتش و چه سپاه است. حالا ما ارتش رو نمیگیم که به خطر نیفتن، اما فرماندهان سپاهی هستند که با رضا پهلوی هماهنگی دارن. اینها باید تشکیلات وجود بیارن و با تشکیلاتی که وجود آوردن ببینن این نظام تازی سادات تازی که کرواتیشون هست، اما مدارش هست، همه شون هستن، اینها رو بیان با قهرامی یعنی سپاه نیروهای نظامی ارتشی که از شاهزاده حمایت میکنن با قهرامی به میدان بیان بدون اینکه جنگ داخلی رو پیش بیاد. این تغییر رژیم در همین شرایط کنونی که فرجه است برای ما صورت بگیره. اگر این دیر بشه دوروقتانه به زیان ملت و مردم خواهد. بله امیدواریم به هر حال ببینیم که در آینده نزدیک فعالیت های تازه ای رو در حال عنوان بکنن و رو بکنن، ببینیم که مردم امیدوارتر بشن، خود مردم در ایران باید حرکت ایجاد بکنن. آقای اوستا، مسئله افغانستان هم این روزا بر من خیلی جلب توجه میکنه. شما مرتب ارتباط دارین، شنیدم که گفتن شبی 100 نفر رو در اونجا سر میبارن طالبان، این داستان هم بر ما تعریف کنین. بله جناب شهرشاهی، البته اجازه بدید تو پرانتز خبر خوب بهتون بدم در رابطه با فرهنگ جهانی آریایی ایرانی. امشب در فرانسه جشن موزیک هست، چون اول تابستان جشن تیرگان شروع میشه. این جشن ها رو از سالهای نخستی که آقای میتران رئیس جمهور شد، تماسی که من با ایشون داشتم صحبت میکردیم که ما ایرانی ها هر ماه جشن داریم، هر روز جشن داریم، هر آغاز فصل جشن داریم، این ها رو به آقای جاکلان که الان هست اون رو از این فرهنگش به دستور داد و جشن موزیک امروز در فرانسه است که همه جا موزیک ایرانی بدونن. این از همون جشن تیرگان جشن اول تابستان ما گرفتن فرانسوی از سال 1983 و بعد آقای شرفشایی جشن مهرگان ما رو آقای جاکلان که رسمی کرد سالها با نام شبانه نور یا نوی بلانش شب سفید، تو اون هم جشن گرفته میشه. حال نوروز هم که رسمیت پیدا کرده از یونسکو و خلاصه جشن های آریایی، جشن دیگان نیز گرفته میشه. من دیگه الان نمیخوام به این مسئله زیاد بپردازیم، میخوام بگم که یعنی جشن های آریایی ایرانی جهانگیر شده و امشب در فرانسه همه شهرداری ها، شهرها، خیابون ها، حتی یه بار دانیل فرزند آقای شهرتی هم اینجا بود که رفت و تو شانزلیزه پیانو زد. مثلا اینه که این موزیک امشب شب جشن هست در فرانسه به برکت فرهنگ و تمدن ایرانی. حالا این فرهنگ و تمدن ایرانی جناب شرفشاهی در ایران اونجور 43 ساله که سال 1400 سال سرکوب میشه
در افغانستان به گونه دیگر، یعنی طالبان مأموریتشون برای آمدن به افغانستان که البته اینها پشتون هم نیستن، چون اینا میگن اینا پشتون، پشتون ها ریشه آریایی ایرانی دارن، اونها پهلوی و آریایی هستن، زبانشون پهلوی. این طالبان تازیان و اعرابی هستن که حتی شناسنامه افغانی هم نداشتن وارد شدن و هدفشون خاک کردن افغانستان هست، همونطور که شما فرمودید که خالی از سکنه باشه، اینها بتونن از تمامی امکانات بکر کوهستان ها که معادن طلا و چه و چه و چه اینا هست بهره ببرن و نفتی که تالا دست نخوردن بهره ببرن. عبدالرحمن در اواخر قرن 19 شرفشاهی اومد اونجا قدرت رو به دست گرفت و 40% از بخشی از مردم افغانستان رو به عنوان هزاره کشت. از اون موقع یک جنگ حیدری را افتاده که اینها میان، اونا حنبلی اگه شما هستی، مالکی، شافعی، شیعه هستی، تبارت رو نگاه میکنن، یعنی به تبار سر میبرن. الان در مناطق پنچیر، یعنی احمد مسعود طفلی و گروهش، مردم آریانا خراسان که اینا خودشون به افغانستان میگن خراسان، میگن ما این نام به ما تحمیل شده، میگن آریانا هستیم، هر روز داره بیانیه میده، صحبت میکنه که به مناطقی که حالا پنچیر و مناطق دیگری که درش هزاره، تاجیک، ازبک هستن، آقای شرفشاهی اینو شبانه میرن سر مردم رو میبرن، از خانواده خود احمد مسعود ده ها جمع، از خانواده های دیگه بسیار و بیش از همه از هزاره ها که ریشه ایرانی دارن و فقط به جرم ایرانی بودن اینها رو میکشن. هزاره از فرهنگ زرتشتی میاد که هر هزار سال یک ناجی میاد، یک میترا میاد، اینها رو نجات میده، این فکر رو اندیشه روشون مونده. حالا اینها رو دارن میکشن و جهان ساکت. آقای شرفشاهی با اینکه تظاهراتی صورت گرفته در جهان میگیره در شهرهای بزرگ اروپا، اما خوشبختانه هیچ کس به این قضیه نمیپردازه، مطرحش نمیکنه و همونطور که عبدالرحمن آخر قرن 19 چندین میلیون افغانی رو به جرم هزاری بودن کرد، الان هر روز دارن اینا میکشن و از نسل آریایی ها و ایرانی ها میخواهند که سرزمین رو پاک کنن و تحویل استعمار بدن. شوربختانه که من وقتی میشنوم برای من اینا رو میگن، اینقدر اندوهگین هست که آقای شرفشاهی آدم دلش میخواد بهش هزار هزار گریه کنه به این مظلومیت مردم سرزمین آریانه افغانه. بسیار ممنون از شما که در این برنامه وقتتون رو گذاشتین و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم. بدرود و روز شبتون خوش. مرسی آقای شهرت. خواهش. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر رزمارا، آقای سیاوش ابستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.